ببینید در اینجا کار یه دستگاهی داره نشون میده که اسیلسکوپ هم روش نصبه. ببینید اسیلسکوپ ها بر روی فلزات یا لایه های زمین چه تغییراتی رو نشون میده. خیلی از این تغییرات ثابت نیست، ثبات نداره. در نتیجه میتونه با تغییر خیلی از منابع این تغییرات هم شکلش عوض شه. حتی ببینید وقتی فلز، همون فلز، عمقش زیاد میشه یا تغییر میکنه، میتونه اون رو چیزی که رو اسیلسکوپ میده تفاوت داشته باشه، حتی رو صداش، بوغش، ترکیبش. پس افزایش عمق در دستگاه های مغناطیسی به پالسی وی الوتیا در تشخیص اثر مستقیمی داره، حتی اگر عدد ویدیای هم داشته باشه در ترکیب عدد ویدیای اثر میذاره. ببینید کاملا داره این شرکتی که معتبره نشون میده، میگه آقا با تغییر عمق شکل موجها، ترکیب موجها، پاسخها، صداها یا اعداد دیجیتال قابل تغییره در فلزیابهای پالسی وی ال اف یا تی آر. اون چی که شما مثلا میبینید اینجا از یک هدف یا یک جای خالیه که میتونه با کاهش روبرو کنه، حالا صدا رو، عدد رو، یا هر چیزی که برای واکنش در نظر گرفتن. هر تغییری که ایجاد میشه در عمق، در نوع تشخیص در اسیلسکوپ هم تغییرات پدید میاد، حتی تا جایی که از دیدش خارج میشه یا دور میشه این تغییرات بسیار کمتر میشه. این یکی از موانع و مشکلات دستگاه‌های پالسی، وی ال اف و تی آر که میتونه در حین عملیات یا جستجو منابع دیگه‌ای هم که میتونه نزدیک‌تر باشه به زمین یا تغییرات خاک رو بیاد به عنوان هدف یا تغییر نشون بده، که اینجا هم داره نشون میده. یعنی تغییرات زمین بر واکنش سیستم اثر مستقیم میذاره. در نتیجه اون چیزی که شما از اثر می‌خواید از بین ببرید بالانس زمینی تو این دستگاه هاست، یا نهایت دستگاهی که تنظیماتی داره که میتونه بیاد اسپید ها رو کنترل کنه، ولی باز اون توانایی بالا رو به شما نمیده. ولی اون چی که کمپانی های معتبر ارائه میدن نوع کیفیت کار واقعیه که آقا این واقعا میتونه خطا بکنه، میتونه خطا نکنه، میتونه اینجا با سیگنال بالانس روش های مختلف رو شما تشخیص بدید، عمق رو بگیرید، تفاوت‌ها رو بگیرید، یا بتونید برای سیگنال بهتر کار بهتری رو انجام بدید. این بهتر انجام دادن کار بستگی به اون اپراتور هم داره، ولی در مجموع در دستگاه‌های مغناطیسی پالسی وی ال اف یا تی آر شما نمیتونید کیفیت خوبی، به خصوص در زمین‌هایی که دست خورده هستن، لایه‌هاشون تغییر کرده یا شکل‌های متفاوتی از منابع پوسیده در اونجا وجود داره به دست بیارید. خطا در این دستگاه‌ها به طور طبیعی زیاده، بالانسشون به هم می‌ریزه، اعداد بیخودی می‌دین، واکنش دقیقی ندارن و شما نمیتونید با تفسیر عملیاتی کار اون هدف رو دقیقاً تشخیص بدید. حتی شما اگه لایه‌ای روی زمین رو هم به طور کامل بردارید، چون خود لایه‌های زمین میتونه دچار تغییرات بشه، اون منابعی که در زیر زمین هست هم میتونه به عنوان یک هدف خودشو به سیستم نشون بده و شما نمیتونید بین یک هدف واقعی و غیر واقعی یا منابعی که ایجاد اختلال یا ذرات مزاحم رو میکنه از هدف اصلی تو روش کار حرکتی با سرعت بالا تشخیص بدید. البته روش حرکت با کوئل های یا سنسور های یا سر جستجوگر و لوپ ها در این دستگاه بسیار مهمه، ولی این که شما حتما اون چیزی رو که میگیرید بیاید اطمینان پیدا کنید هدف واقعیه، چون تنظیمات تشخیص بین هدف واقعی و غیر واقعی در این دستگاه پالسی مغناطیسی و ویله وجود نداره، نمیتونید اینها رو تشخیص بدید که این جایی که گرفتید یه فلز پوسیده‌ای به درد نخوره که در طول عمرش از جاش تکون نخورده، یا یه منبع واقعی یا یه هدف واقعی یا یه دونه مثلا دفینه گنج یا طلاست. در نتیجه این دستگاه ها فقط برای عمق کم کارایی خوب دارن و طلا رو در عمق زیاد اصلا